سلام، چطورین؟ انیمیشن شماره 6 کوبو. استاپ موشن شماره 6 که کوبو هست خیلی جای بحث داره، ولی از اونجایی که قولم اسپویل نکنمش، در حدی بهتون میگم که فقط راغب شیم بریم ببینیمش. تا اینجا ویدیو دیدین لایک نمیخواییم بکنین. واقعا کوبو and two strings به معنی کوبو و دو رشته که معنی دقیقترش میشه دوتا، همون سازی که کوبو تو کل فیلم دستشه و باهاش رنگ لگ بزر میره. اول فیلم که شروع میشه یه نوزادیه که همون کوبوه، توی قایقی هستن با مادرش و مادرش از اون ساز استفاده میکنه، یه حجم عظیم انرژی از خودش خارج میشه و خب نابینا میشه تا آخر فیلم. پدر کوبو یه جنگجوی اسطوره‌ای بوده، مادر کوبو هم به اضافه دوتا خواهرش و بابای مادرش، یعنی بابا بزرگ کوبو، جزء ارتش سیاهی شب هستن که توی پلیدیان. حالا مامان کوبو وقتی که با بابای کوبو آشنا میشه، این داستان این شکلی میشه که مامانه به راه راست هدایت میشه، بعد بابای هم بعدن میمیره. یعنی اول فیلم اینجوری متوجه میشیم که بابای بعدن مرده و این داستان ها. پس شکل میگیره داستان به این سمت میره. Yes, mother. I'm here. مسئول سری لایکا هستش. قبل از اینکه اسم کارگردانش رو میدونستم، نگاه میکردم به انیمیشن، شبیه انیمیشن های میازاکی بود و واقعا هم در اون حد هست نیست. انیمه بازا ناراحت میشن بگم هست، ولی واقعا نیست، در حد انیمیشن های میازاکی نیست، ولی چیزی از اونها هم کم نداره. اگه میخواین یه استاپ موشنی ببینین که تو اصلا تو لحظه تو بعضی از سکانس ها یادتون بره این استاپ موشنه و انیمیشن تیردی نیست، حتما کوبو رو ببینید، چون واقعا از آخرین تکنولوژی ها، از آخرین روش ها بر مخصوص 2016 توش استفاده کردم، به شدت قشنگه این انیمیشن توی ساختارش. داستانش هم عالیه، کاراکترهای خاص خودشو داره، کاراکترهای جدیدی خلق کرده. سکانس های مختلفی داره، سکانس دریا داره، سکانس جنگ داره، سکانس صحرا داره، سکانس فیلم برداری توی شب داره. بابا بزرگ کوبو به همراه دوتا خاله هاش دنبال کوبو هست که برن آقا چشمای کوبو رو در بیارن. البته بابا بزرگ کوبو وقتی که کوبو نوزاد بوده یکی از چشماشو در آورده، یعنی کل داستان میبینیم که کوبو یه چشمندی روی چشمشه، پس یکی از چشمای کوبو در آورده و دنبال اون یکی چشمشه. واسه همین هم کوبو مجبوره که زود سر شب، قبل از اینکه شب بشه، بیاد تو اون کاری که با مامانش مخفی شده بمونه. روزا کوبو میره بیرون کار میکنه، کوبو با اون سازه ساز میزنه و یه سری کاغذ با استفاده از روش اوریگامی تبدیل به جنگجو میشن و داستان جنگ تعریف میکنه و با اون نمایش خیابونی اجرا میکنه و پول جمع میکنه. قبل از اینکه شب بشه میاد توی قارش که مامانش تو اون قار منتظر بشه تا از شر شب در امان باشن، تا اینکه یه شب دیر میره خونه کوبو. همون نقطه است که دقیقا داداش گفتیم زود بیا خونه و اینا، بعد قهرمان داستان دیر میره خونه، داستان شروع میشه، دقیقا همونجاست. قهرمان این داستان که کوبو باشه از تنهایی رنج می‌بره، مثل خیلی از قهرمان‌های داستان‌های دیگه،
به همین علت همین کسی که داره مادرشه و یه پیرزنی هم تو بازار هست که باش رفیقه، یعنی با این حال میکنه. راست یه ساعتی کوبو میره اونجا نمایش رو اجرا میکنه و برمیگرده. بقیه داستان نمیگم، خودتون برین ببینید، داستان واقعا قشنگیه. من خودم حالا پایان بندیشو نمیگم چجوریه، پایان بندی داستان رو دوست نداشتم. بخوام یه نقطه ضعف بگم، پایان بندی داستانه، پایان بندی داستان به نظر من از این قشنگتر میتونست باشه، ولی چون از اونجایی که انیمیشن و انیمیشن یه سری قواعد خاص خودشون دارن به این سمت رفت که این شکلی تموم بشه، ولی به نظر من قشنگتر هم میتونست تمومش کنه. And my sister, I looked up to her. She was so strong. And love made her weak. No. It made me strong. مرگ کوبو لایک کن، بفرست واسه دوستت که انیمیشن بازه. مرسی.